به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. امروز میخوایم راجع به برهان فطرت با هم دیگه صحبت بکنیم. برهان فطرت در غرب به نام برهان اجماع عام شناخته میشه و فلاسفه زیادی از فلاسفه غربی برای اثبات وجود خدا از این برهان استفاده کردن. این برهان رو یکی از فیلسوفان رومی قرن اول میلادی اینگونه بیان کرده، گفته که دو تا مقدمه داره. گفته که مقدمه اول، اعتقاد به وجود خدا امری فطری و غریزی است، و مقدمه دوم گفته هر اعتقادی که فطری باشه درست و مطابق با واقع است. نتیجه گرفته چی؟ نتیجه گرفته باور به این که خدا وجود دارد درست و مطابق با واقع است. خب اجازه بدید که ما نگاه کنیم این دوتا مقدمه رو قبول داریم یا نداریم. مقدمه اول میگه اعتقاد به این که خدا وجود داره یک امر فطری و غریزی است. امر فطری یعنی چی؟ فطرت یعنی چیزی که دیفالت مغز انسان باشه، دیفالت روح و ذهن انسان باشه، یعنی چیزی باشه که آموزش دادنی نباشه، بدون آموزش همه بدونن. مثلا میگن که شیر خوردن بچه از مادرش یک مسئله فطریه، یعنی کسی به بچه یاد نمیده که شیر بخوره. مثلا میگن اینکه زنبور خونه خودش رو به صورت 6 سالگی میسازه یک مسئله فطریه توی خود زنبورهاست. یعنی شما اگه یه دونه زنبور رو از بعد از تولد بدونی که آموزشی ببین از بقیه زنبورها، جدا بکنید و تنها بذارید یه جایی، حالا برفرض که اون بزرگ بشه و بخواد مثلا خونه بسازه، میبینید که اون خونه‌ش رو دوباره به همین شکلی میسازه که همه زنبورها میسازن. یعنی مثلا 8 سالگی نمیسازه، دایره نمیسازه، مربع نمیسازه. خب میگن که این مسئله فطری زنبور هست، یعنی زنبور آموزشی نمیبینه از اطرافیانش که مثلا خونه رو باید چه شکلی بسازه، برخلاف انسان‌ها که انسان‌ها مثلا برای ساخت خونه آموزش میبینن. اگه آموزش نبینن نمیدونن که باید خونه رو چه شکلی بسازن. و این برهان ادعا داره، میگه این که مردم به خدا باور دارن، وجود خدا رو مردم بهش اعتقاد دارن، این یک مسئله فطری است. و یک سری اثبات هایی سعی کردن برای این مقدمه بیارن، چون که بعضی اومدن این مقدمه رو رد کردن، گفتن نه، اگه یک مسئله فطری بود همگانی بود، ما می‌بینیم که همه مردم به خدا اعتقاد ندارن. اومدن مقدمه اول برهان اجماع عام رو نقد کردن، گفتن که اگر یک مسئله فطری بود باید همگانی می‌بود، ولی ما می‌بینیم که بعضی از مردم به خدا اعتقاد ندارن. این نشون دهنده اینه که این مسئله فطری نیست. در جواب خدا باوران اومدن گفتن که نه، آموزش های دیگه اومده جلوی این اعتقاد فطری رو گرفته، یعنی فطرت رو اومدن خراب کردن اونها. به صورت فطری اگه این فرد تو جنگل بزرگ میشد اعتقاد به خدا داشت، منتها توی جامعه ای که بدون خدا بوده یا اطرافیانش خدا ناباور بودن یا دلیل هایی برای خدا ناباوری برای این فرد اقامه شده، الان آموزش ها هستن که جلوی اون اعتقاد فطری رو گرفتن. و الا اگر شما ببینید که این فرد توی مشکلاتی واقع بشه، اون آموزش ها یه مقداری کم رنگ تر بشن، غفلتش از بین بره، میبینید که به وجود خدا اعتقاد داره. مثلا مثال اینجوری میارم، میگن شما یه فردی رو در نظر بگیرین که خدا ناباور هست، این فردا مثلا میندازین از تو کشتی تو دریا که غرق بشه، وقتی که این دیگه از همه جا ناامید میشه شروع میکنه خدایی رو در وجود خودش صدا کردن، میگه ای خدایی که اگر خدای وجود داره اون خدا تو هستی، منو نجات بده از این غرق شدن. همین که در مشکلات دشوار انسانها به یه خدایی تمسک میکنن، به یه خدایی دعا میکنن، نشون دهنده اینه که اینها فطرتا به اون خدا اعتقاد داشتن. ولی حالا آموزش ها اومده چیکار کرده؟ آموزش ها اومده جلوی اون باور فطری رو گرفته. مقدمه دوم چی میگه؟ مقدمه دوم میگه هر اعتقادی که فطری باشه درست و مطابق با واقع است. من اینو نمیتونم متوجه بشم. لزومی نداره هر اعتقادی که فطری باشه درست و مطابق با واقع باشه. ببینید راجع به کارها و رفتارها ما صحبت نمیکنیم. کار که اصلا مطابق با واقع بودن نداره، درست غلط بودن نداره. مثلا خونه ساختن زنبور یه کار دیگه. زنبور خونه‌ش رو 6 سالی میسازه. این کار درست یا غلطه؟ اصلا معنی نداره. درست و غلط بودن برای گزاره که در ذهن باشه معنی داره. اگر گزاره‌ای که توی ذهن ماست توی واقع وجود داشته باشه ما میگیم اون گزاره درسته. اگر نه تو واقع وجود نداشته باشه میگیم اون گزاره غلطه. درست و غلط بودن وصف گزاره است، وصف کار نیست. معمولا فطریات یک سری رفتارهایی هستن، یک سری کارهایی هستن. ما باور فطری اصلا بعید میدونم که کسی بپذیره داشته باشیم. یعنی گزاره‌ای به صورت فطری تو ذهن ما باشه، خدا وجود دارد به صورت یک گزاره توی ذهن ما باشه. حالا برفرض که این مسئله رو کسی بهش باور داشته باشه، یعنی مقدمه اول رو برفرض که ما قبول داشته باشیم، درست و غلط بودنش رو از کجا ما نتیجه میگیریم؟ کی گفته هر چیزی که توی فطرت هست؟ خب فطرت ها ناشی از تکامله، ناشی از تکامل ذهن انسان، مغز انسان بالاخره به مرور تکامل پیدا کرده و یک سری رفتارهایی این در دی ان ای انسان هست، یک سری رفتارهایی در تکامل انسان توی دی ان ای انسان اومده، اینها به صورت دیفالت وجود انسان نهفته شده. یعنی یک سری کارهایی رو انسان ها به صورت پیش فرض میان انجام میدن بدون آموزش. اون کارها حالا ما بهش میگیم غریزه، بهش میگیم فطرت. کی گفته هر اعتقادی که فطری باشه درست و مطابق با واقع هست؟
این سوال بزرگ ما و نقد اصلی ما به برهان فطرت اینه، این گزاره دوم. و سوال ما اینه، برفرض که همه مردم به صورت غریزی به یک خدایی باور داشته باشن، یعنی تو ذهنشون این باشه که یک موجود قدرتمندی وجود داره، کی گفته چون همه دوست دارن، همه باور دارن، پس همچین چیزی وجود داره؟ مثلا من اینگونه مثال میزنم، همه دوست دارن که نمیرن، ولی میبینیم که همه میمیرن. کی گفته چون همه یه چیزی رو دوست دارن، چون همه میل به زندگی دارن، میل به بقا دارن، پس بقا وجود داره؟ میبینید که بقا وجود نداره، یعنی حداقل تا الان وجود نداشته بقا و مردم تا الان مردن، در صورتی که تمام کسانی که مردن دوست داشتن که زنده بمونن، دوست نداشتن که بمیرن. این که گزاره دوم میگه هر اعتقادی که فطری باشه درست و مطابق با واقع هست، این رو ما قبول نداریم. اگر کسی میخواد این رو بگه باید اثبات بکنه چرا هر اعتقادی که فطری باشه مطابق با واقع هست. چرا فطرت انسان از روی سری فرمول‌های شیمیایی به وجود اومده، بر اساس تکامل، بر اساس نیازهایی که انسان‌ها داشتن، به مرور زمان یه سری چیزایی رو در DNA خودشون به نسل بعد منتقل کردن. چه لزومی داره که این مسئله‌ای که منتقل شده مطابق با واقع هم باشه؟ بر فرض که ما یک باوری رو به صورت فطری منتقل کرده باشیم به نسل بعدمون، چه لزومی داره که این باور مطابق واقع باشه؟ و توی مثال‌ها هم همین مثالایی که می‌ذارم، مثلا اینکه داره غرق میشه، خب بسیاری از افراد موقع غرق شدن به خدایی التماس کردن که اونها رو نجات بده، ولی خب خدایی اونها رو نجات نداده. یعنی شما این مسئله رو نگاه کن، حالا یکی دو نفر که نجات پیدا کردن شما در نظر نگیرید. انسان در مشکلات به هر دستاویزی دست میزنه وقتی دیگه از همه جا ناامید میشه. یکی از اون دستاویزا ممکنه خدا باشه. یعنی شما وقتی از همه جا ناامید شدید دیگه میگید شاید خدایی وجود داشته باشه، چون از اطرافیانتون شنیدید که خدایی وجود داره، و میگید حالا بذار من به اون خدایی که مردم میگن به اونم یه التماسی بکنم، حالا شاید واقعا وجود داشته و کمکم کرد. دیگه اونجا برهان و منطق و اینا شما برای خودتون نمیچینید. شما نمیگید که نه برهان داریم که خدا وجود نداره، یا که مثلا برهان داریم که خدا وجود داره. نه، از به اینسا فکر نمیکنید. شما میگید که هر تخت پاره‌ای که رو آب دیدم بعد بهش دست بزنم، بعد نگاه میکنید هیچ چی پیدا نمیکنید. شده باشه بیا چوب خشک که اگه روی آب ببینید دست میزنید که شما رو نجات بده. وقتی چوب خشک کوچیکم پیدا نمیکنید دیگه، اون وقت ذهنتون میگرده دنبال تنها چیزی که به نظر میرسه که الان بتونه شما رو نجات بده، و اون یک قدرت ماورایی بزرگ به نام خداست. به اونم دعا میکنید و اونم شما رو نجات نمیده و شما غرق میشید به همین راحتی. اما فلسفه اسلامی برهان فطرت رو چگونه تقریر میکنن؟ فلسفه اسلامی مقدمه دوم کلا نمیگن، فقط میخوام بگن که خدا وجود دارد یک مسئله فطری است. یعنی فقط همین قسمت اولش رو میگن. خب حالا با برفرض که قبول کردیم خدا وجود دارد یک مسئله فطری است، خب که چی بعدش؟ چی دیگه؟ مقدمه دوم رو نمیگن که اصل نقد ما به برهان هم مقدمه دومه، یعنی که کی گفته چیزی که فطری هست حتما باید وجود داشته باشه، و سعی کردن که با دلایلی اون مقدمه اول رو اثبات هم بکنن. مثلا دلیل عقلی آوردن، گفتن که انسان موجودی مجرد است، هر موجود مجردی فاعل و خالق خود را به صورت فطری درک میکند. بعد نتیجه گرفتن گفتن انسان پس فطرتا خالق خود را درک میکنه. خب این که برهان نشد، این مصادره به مطلوب شد. یعنی اینا اول فرض کردن که موجود مجرده که ما باشیم، فاعل و خالقی داریم، بعد گفتن که هر موجود مجردی فاعل خود را به صورت فطری درک میکند دیگه. یعنی اگر کسی این فرض رو نداشته باشه که ما خالقی داریم، خب برفرض که انسان موجودی مجرد باشه، مجرد یعنی یه دونه است، یعنی دوتا نیست. یعنی مثلا همین که به خودمون همیشه میگیم من، میگن پس ما موجود مجردی هستیم. حالا برفرض که ما اینو بپذیریم، یعنی مثلا ما یکی هستیم، دو ترکیبی نیستیم، که این واقعا درست نیست. یعنی انسان واقعا ترکیبی هست. مغز انسان از ترکیب میلیاردها سلول تشکیل شده و ترکیب اینها داره من رو میسازه. ولی حالا فرض کن اینا میگن نه، من یک چیز به خصوصی که تجزیه ناپذیره، یک چیز واحده تو وجود انسان که اون من هست. همه چی ممکنه تغییر بکنه، ولی اون وجود انسان که بهش حالا میگن روح، اون توی انسان مجرد و ثابته. خب برفرض که این حرف درستن باشه، از کجا میدونید که ما علتی داریم؟ اگه شما فرض کنید که انسان علتی داره، که دیگه خب فرض کنید که خدا هست دیگه. شما این که میخواین اثبات بکنید رو فرض نکنید، فرض کنید که انسان علتی نداره. حالا چجوری میخواید بگید که انسان فاعل خود؟ از این که انسانها همه خدا رو میشناسن میخواید نتیجه بگیرید که اینو میخواین اثبات بکنید؟ شما میخواین مقدمه اول برهان رو الان اثبات بکنید. فرض کنید که مقدمه اول برهان رو الان نمیدونید که انسان ها همه به وجود خدا اعتقاد دارن. شما میخواین با این دوتا مقدمه، مقدمه اول برهان فطرت رو اثبات بکنید. میبینید که بدون اینکه ما بپذیریم که انسان علتی داره نمیتونیم این رو اثبات بکنیم. و اگه بپذیریم که انسان علتی داره، که اصلا ما نتیجه برهان اصلی رو پذیرفتیم دیگه، یعنی دیگه چی رو میخواییم ثابت بکنیم؟ پس دلیل عقلیشون دلیل خوبی نشد. دلیل شهودیشون همینه، میگن انسان زمانی که تو مشکلات هست به تجربه میبیند که به خدایی باور دارد، به تجربه میبیند که به خدایی تمسک میکند.
این رو به عنوان دلیل شهودی آوردم برای مقدمه اولیه، دلیل تجربی که گفتم این رو برفرض که ما قبول داشته باشیم، یعنی ما بگیم بله همه انسان‌ها بدون آموزش زمانی که در مشکلات گرفتار میشن از همه جا ناامید میشن به یه خدایی به یه قدرت بزرگتری تمسک میکنن، که البته به نظر من این اشتباهه. یعنی مردم از اطرافیانشون شنیدن که خدایی وجود داره که در اون مشکلات میگن ای خدا، و الا اگر واقعا کسی از کسی نشنیده باشه که خدایی وجود داره توی مشکلات نمیگه ای خدا. حالا ما که چنین کسی رو نداریم دور برامون که ببینیم که واقعا اون در مشکلات چی میگه، یعنی کسی که هیچ صحبتی از خدا براش نشده باشه در طول عمرش، که حالا ببینیم اون در یک مشکلاتی که واقع میشه میگه ای خدا یا نمیگه ای خدا. اما فرض بکنیم که این دلیل شهودی درسته، بر فرض که ما دلیل شهودی داشته باشیم که مقدمه اول رو بپذیریم، ما مقدمه دوم برهان فطرت رو قبول نداریم. بعد فلاسفه مختلف اومدن سعی کردن که تغییرهای مختلفی بیارن، بعضیا همین مشکلات و دشواری‌ها رو آوردن، بعضیا اومدن از عشق استفاده کردن، گفتن نه به مشکلات و گرفتاری‌ها شما توجه نکن، انسان فطرتاً عاشقه. عاشق کیه؟ عاشق یک کسی هستش که میخواد بهش عشق بورزه و اون باید خدا باشه، یک چیز نامحدود، یک کمال مطلق، چون عشق حتماً یک طرف دومی میخواد. انسان در فطرت خودش عاشق همه خوبی‌هاست، عاشق یک موجود نامحدود، عاشق کمال مطلقه، و اینکه همه انسان‌ها عاشق این هستند این نشون دهنده اینه که این یک مسئله فطریه و حتما باید یک طرف دومی داشته باشه. ما این قسمت دومش رو که همون در واقع مقدمه دوم برهان فطرت قبول نداریم، اینکه همه عاشق خوبی هان دلیل نمیشه که پس خوبی وجود داشته باشه، اینکه همه عاشق یک موجود کمال مطلق هستن دلیل نمیشه که حتما یک موجود کمال مطلقی وجود داشته باشه، ما این دومی رو نمیتونیم بپذیریم. بعضی از فلاسفه اومدن گفتن مفهوم عاشق و معشوق دو تا مفهوم متضایف هستن، یعنی تصور یکی بدون تصور دیگری امکان پذیر نیست، مثل پدر و فرزند. یعنی اگه شما مفهوم فرزند رو بپذیرید باید حتما مفهوم پدر رو هم بپذیرید، مثل بالا و پایین، یعنی بالا بدون پایین معنا پیدا نمی‌کنه، پایین بدون بالا معنا پیدا نمی‌کنه. بله این حرف درسته، ولی اینا در باب مفهوم هستن، یعنی در دنیای مفاهیم شما اگر گفتی عاشق حتما باید معشوق رو هم در نظر بگیری، دلیل نمیشه که در دنیای مفاهیم چون عاشق باشه باید حتما معشوق هم وجود داشته باشه، پس در جهان خارج هم اگر عاشق باشه باید معشوق وجود داشته باشه. ببینید واقعا همینقدر بی سوادن فلاسفه اسلامی، یعنی چون دیدن در دنیای مفاهیم عاشق و معشوق دو تا کلمه متضایف هستن، یعنی درک یکی بدون درک دیگری معنا نداره، گفتم پس در جهان خارج هم باید اینجوری باشه، یعنی اگر عاشقی هست باید حتی معشوقی باشه. خب واقعا اینجوری نیست دیگه، در جهان خارج اگر عاشقی باشه لزومی نداره که معشوقی باشه، شاید اون معشوق معشوق ذهنی باشه، یعنی اینا دوست دارن یک موجود کمال مطلقی وجود داشته باشه که بهش عشق ببرزن، ولی خب موجود کمال مطلقی وجود نداره که بهش عشق ببرزن. خب این بحث برهان فطرت تمام شد. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشیم. بدرود.